خانواده ای که دنیا رو کنترل میکنن. رئیس های هر کشور وظیفه اداره اون کشور رو دارن. اما خانواده ای که دنیا رو کنترل میکنه کی هستند؟ سلام رفقا، به هزار یک دانستنی خوش اومدید. توی ویدیو قبلی در مورد پناهگاه های آخر زمانی صحبت کردیم که چند نمونه ازش وجود داره. اگر دوست داشتی حتما یه سر بهش بزن. خانواده روتشیلد ثروتمندترین خانواده جهان هستن و هیچ کس نمیتونه به ثروت اونها حتی نزدیک هم بشه. آنها به قدری ثروت دارن که عده کثیری معتقدن این خانواده جهان رو اداره میکنه. روتشیلد ها از اول پولدار نبودند. خانواده روتشیلد خانواده سرمایه‌داریه که در شجره‌نامه اونها از قرن 16 میلادی در آلمان قابل استناده. این خانواده از تبار یهودیان اشکنازیه. در حدود قرن 18 میلادی که این خانواده در اوج قدرت خودش بود، ثروتمندترین خانواده جهان محسوب می‌شد و بیشترین ثروت ثبت شده در دوران مدرن و دارا بود. ثروت خانواده به تدریج کاهش یافت، زیرا در بین تعداد زیادی از وارث‌ها تقسیم شد. امروزه با وجود اینکه اعضای خانواده هنوز هم فعالیت‌های گسترده اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بانکداری، استخراج معدن، کشاورزی، شرابسازی و دیگر کارها دارند، اما فعالیت خانواده روتشیلد بسیار کمتر از گذشته شده. با این حال گفته شده که درآمد خالص این خانواده بین 15 تا 25 تریلیون دلاره. این رقم از بودجه کشور آمریکا و چین هم بیشتره. در قرون وسطا یهودیا اجازه بسیاری از فعالیت‌ها رو نداشتن، به جز دادن وام مدت‌دار یا همون نزول که بعدها به بانکداری تغییر اسم داد. و این اولین بار بود که یک خانواده به جای یک کشور توی چندین کشور شعبه داشت و روز به روز هم قوی‌تر می‌شد. خانواده روتشیلد از این طریق تونست اقتصاد اروپا رو به دست بگیره. این خانواده توی لیست خانواده‌های ثروتمند دنیا دیده نمیشه، چون سیاست خانواده حکم میکنه که در مورد مقدار ثروت واقعیشون شفاف سازی نکنن. اسرار این خانواده به هیچ عنوان به بیرون درز نمیکنه. اونها به جز خانواده خودشون و یهودیا با هیچ خانواده دیگه وصلت نمی کنن و قبل از وصلت قراردادی رو امضا می کنن که اسرار خانواده باید حفظ بشه حتی اگر طلاق بگیرن. اطلاعات بسیار کمی در مورد این خانواده وجود داره. این خانواده اسرار بسیار زیادی داره. مرموز بودنشون باعث شده که حرفایی در موردشون زده بشه و تئوری‌هایی وجود داره که گفته شده تمام جنگ‌هایی که اتفاق افتاده یا هر اتفاق دیگه که در دنیا قرار بیفته به خاص و دستور این خانواده است. این خانواده از جنگ‌ها سود بسیار زیادی بردند. روتشیلد‌ها بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا هستند. در جنگ جهانی دوم مبلغ 400 میلیون دلار به دولت آمریکا کمک شد و بیشتر این مبلغ را هم خانواده روتشیلد کمک کرد و از این طریق وارد اقتصاد آمریکا شد و همراه با این کار قدم در دنیای جدیدی گذاشت. این خانواده صاحب بسیاری از معادن طلا و غیره است. پی هر چیزی رو که بگیرید، هر چیزی که ثروت زیادی درش خوابیده باشه، می‌بینید که برای خانواده روتشیلده.
اعضای این خانواده در قصرهای بزرگ و زیبایی زندگی می کنن که بسیاری از پادشاه‌ها حتی تو خوابشون هم ندیدن. اروپا در قبضه دستان این خانواده است. امروزه توی هر مکانی در انگلیس و اسرائیل کوچه‌ای به اسم روتشیلد به چشم می‌خوره. خانواده روتشیلد یکی از بزرگترین حامیان و تأمین کنندگان مالی کشور اسرائیل و انگلیس هستند. بسیاری از مردم نمی‌دونن که در لندن شهر کوچکی به اسم سیتی لندن هست. این شهر مرکز پول دنیاست که پلیس مجزا قانون اساسی و در واقع مرکز فعالیت‌های اقتصادیه. دفتر اصلی بانک مرکزی انگلستان که متعلق به خانواده روتشیلده و همچنین بقیه بانک‌های انگلیسی و 455 بانک خارجی و همه بازارهای بورس در سیتی لندن قرار داره. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دنیا که شهری حدود 3 کیلومتر مربع هست قرار داره. این شهر از هیچ قانونی که در انگلستان وجود داره تبعیت نمی‌کنه و کاملاً خودمختاره. دولت آمریکا به این شهر وابستگی اقتصادی بسیار زیادی داره. سیتی لندن یکی از شهرهای خصوصی خانواده روتشیلده و قانونهای این شهرم قانونهایی که این خانواده گذاشته. تمامی این چیزهایی که گفته شد کاملا واقعیه و ربطی به تئوری توطئه نداره. با تمام این همه عدد و ارقام و اطلاعات گفته شده تقریبا به همه ثابت میشه که دنیا در دستان این خانواده است و هر اتفاقی که قبلا افتاده یا در آینده قرار اتفاق بیفته زیر نظر این خانواده خواهد بود. بودجه سیاه چیه؟ شاید تعداد کمی اسم بودجه سیاه رو شنیده باشن و در موردش اطلاعاتی نداشته باشن. موضوع ویدیو فردا در این مورده. پس این ویدیو جذاب رو از دست نده.